از اعلام ممنوعکاری فرزاد فرزین در پلتفرم‌ها تا جایزه اصغر فرهادی و یک فیلم زیر خاک از احمد رضا عابدزاده. با من بردیا در چه خبر امروز همراه باشید. ایمان دارم یکی از مهمترین راه‌های نجات کشورم آگاهی بخشی است. اصغر فرهادی که دیشب موفق به دریافت جایزه بزرگ کن 2021 شد، در سخنانی کوتاه مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار داد. جایزه بزرگ کن پس از نخل طلا دومین جایزه مهم این جشنواره به حساب میاد که اصغر فرهادی برای فیلم قهرمان نصیب خودش کرد. ساترا فرزاد فرزین را در همه پلتفرم‌ها ممنوعکار کرد. بهمن بابازاده خبرنگار با انتشار این خبر در صفحه شخصی خود گفت با نامه خیلی محرمانه ساترا فرزاد فرزین در همه پلتفرم‌ها ممنوعکار شد. خیلی‌ها سوال می‌کنن چرا تلویزیون. دوستان من 5 سال در تلویزیون ممنوع تصویر و ممنوع کارم، ولی مهم شمایید، مهم مردمن، من برای مردم می‌خونم. خواننده تیتراژ سریال ارتش سرخ در صفحه شخصی خودش درباره ممنوع کاریش نوشته خدا تا الان صبرش را داده باز هم می‌دهد. موج عرضه دام گرسنه به بازار عید قربان. مجتبی عالی مدیر عامل اتحادیه دامداران کشور درباره عرضه دام در عید قربان میگه ناتوانی دامداران برای نگهداری دام باعث شده عرضه گوسفند در بازار عید قربان امسال بیشتر از هر سال باشه. اگرچه قدرت خرید مردم برای خرید دام ضعیف شده، اما این موضوع تقاضا را در بازار عید قربان کاهش نداده، چون تعدادی از افراد به دلیل اعتقادات مذهبی خود پول خرید دام را حتی شده به صورت قرضی تامین میکنن. و در آخر یک ویدیوی زیر خاکی از حضور احمد رضا عابدزاده در فیلم ازدواج غیابی را با هم میبینیم. فیلم ازدواج غیابی سال 1379 به کارگردانی کاظم معصومی و با حضور احمد رضا عابدزاده ساخته شد. همین خانمی که باهاش آشنا شدی امشب خیلی هم معرفی شدن، اما یکیشون فرق میکرد. کدوم یکیشون؟ استاد سبا. استاد سبا معرف شما بودی؟ قبلا همدیگه رو میشناختی؟ متاسفانه خیر. مطمئنی؟ به حافظه من شک نکن. بگو مورد چیه؟ هیچی، فقط یه کنجکاوی ساده است. تفره نرو، زنها بی خودی کنجکاو نمیشه. این بود چه خبر امروز. لایک و کامنت یادتون نره و نظراتتون رو حتما با ما به اشتراک بذارین. تا یه چه خبر دیگه، خدا نگهدار.